چی دست و زنگ باشید که بگم سر بریم سراغش. اینا بچه های منه، اکون پکون های خودم هست. سیده این وضعیت درست نیست. سلام دوستان عزیزم، خوش اومدین به ویدیوی جدید از چنل گری گایز. این دفعه مهمون داریم. چه مهمانی؟ مهمون عزیز. بله آی سینا، لطفا خودتو معرفی کن پایین. سلام و درود رفقا، حالتون چطور؟ میدارم هر جو که هستید حال دلتون خوب باشه. خب اینجا آقا چی داریم؟ داستان چیه؟ قصد قرار اینا؟ بله امروز ما یک رفیق دوبلور، یعنی در واقع دوبلور و گوینده پیدا کردیم. آی کمت. بله بود برنامه یه مسابقه یه مسابقه رو ما در نظر بله. گرفتیم به این سو که آقای دوبلورمون رو آوردیم اینه که بعده سری دیالوگ و یک سری تقلید صدا میخواد یه سری شخصیت ها رو بگه و من و سجاد باید حدس بزنیم که اون شخصیت چیه و هر که زودتر بزنه دیگه با روند زنگوله آشنا هستید. بله میدونید که در چنل گری گایز اتلاف وقت وجود نداره، پس بدون معطلی لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا رو بزن، کامنت رو بعدش بذار. ممنونم ازت، بریم ویدیو. آقا براتون اولندش که بگم، من براتون الان تقریبا نزدیک 18 یا 19 تا کاراکتر دارم بنازم، ولی تقریبا بهتون بگم که شاید اگه حالا بستگی بداره به تایم ویدیو دیگه ببینیم چند تاش میرسیم که انجام بدیم. سینا یه سوال، آماده اید برای سینا یه سوال، مجازات هم داریم یا نه؟ آقا کسی که بتونه تمام کاراکترها رو حد بزنه و امتیازش بیشتر باشه اون میتونه حالا به نفر بعدیتون مجازات بده، یا میتونم حالا من مجازاتو تعیین کنم، حالا بستگی به خودتون داره. میگمونم خودت باید تعیین. آره خودت تعیین کن، ازت میخوام خودم تعیین کنم. خب اوکیه. اینجای داستان یک شخصیتی وجود داره که دیگه حالا جملهشو میشنوید، میگه که وای اونا اگه برام پیدا کنن منو میکشن. وای خیلی آشناست. گیسو کمن اون یا نه. یه بار دیگه بگو. میگه وای خدای من اونا اگه منو پیدا کنن منو میکشن. چیکار داری میکنی؟ وای خدا چقدر برام آشناس این صدا. الان من میتونم دوباره دست بزنم رو زنگوله؟ نه نوبت تو. نه آره. نه نوبت اجازه است، ولی من هیچ ایده ای ندارم کیه. اگه نمیتونی من میگم. بگم خر شرک. شبیهش هست ولی خر شرک نیست. نیست؟ نه. یه حدس دیگه دارید؟ اشتباه بگید کاراکتر رو لو میدم. سجاد دیگه من نمیذارم بگید دیگه، 300 بار همینو گفت. اجدهای مولانی. وای نه اگه میدا کنم منو میکشم. میتونی من چند وقت مولانو ندیدم. خب اولیش که اینطوری. خب بریم سراغ دومی. یه دونه براتون خیلی آسون براتون میگم. اوکیه؟ بله دست رو زنگ باشید، که بگم سر بریم سراغش. بریم. اینا بچه های منه، اکون پکون های خودم هست. سیده این وضعیت درست نیست. جیزس اینو به یه چیزی بچستم. شهر رو به هم ریختی. دستم خورد، دست درد نگرفت. نه اوکی بود. خب امتیاز اول میره برای علیرضا. اینو یادداشت کنی. نه من اوکی، من حواسم هست. خب ببین یه دونه هست که این فیلمه، حالا نمیدونم شاید بشناسید. بریم. حسش میکنی بوی ترسه. فیلم هابیت ها اون ارکه بود. آره دقیقاً درسته، همینه. اسمش چی بود؟ یه چیز خبیث. اسمشو الان خاطر ندارم ولی تو هابیت بودم. حالا شانس ما، تو هم دقیقاً یه فیلم تو زندگی دیدی که همینم هابیت بوده که من ندیدم و همینم شانست اومد. باشه خب منو تخریب کن، تا میتونی منو تخریب کن، ولی آخر این بازی بازنده مشخص میشه. یس بازنده ای داریم، مجازات. خب این خیلی هم آسونه. دستا رو زنگ آماده باشه. خب وای چقدر استخونش بده. وای لوک، سگ لوک خوششانس. بله درسته. ذهنم نرسیدم. اسمش چی بود؟ بوشویگ. آره بوشویگ. آره بوشویگ. اشکال نداره، من کامبک میزنم. آره کامبک میزنم. منتظر کامبک شما هستیم آقای علیرضا. خیلی داره بهم خوش میگذره. یه دونه جلوی خب میریم برای شخصیت بعدی. شخصیت بعدی یک انیمیشنیه که اصلا واویلا توش گیتار هم هست. اینم یه راهنمایی برای شما. خب لو داد دیگه. میگه چیه؟ همین الان قبلش میتونید بگید. کوکو دیگه. شخصیت بعد بگید. خب بریم ببینیم. ببینم فلین، تو این مرد رو میشناسی؟
خوب داره در آره داره. ولی میدونی مشکل چیه؟ این همون بابا بزرگ خیالیشون خواننده که گیتار میزد مرده بود. اسم شخص رو زنگم نزدید ها، باید بزنید. من رو زنگ زدم، من رو زنگ زدم ولی خب من چون کوکو رو ندیدم هیچ ایده ای ندارم. من کوکو رو دیدم ولی من اولا که اسمش یادش نمیاد، دوبلش رو من اصلا یادم نمیاد. خب دیگه پوینتش به علیرضا میرسه، امتیاز برای علیرضا. خب فعلا پا به پای هم اومدیم جلو، ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته. با ما همراه باشید دوستان عزیز. آقا بریم ببینیم دیگه چه خبره، داستان از چه قراره. خب میریم سراغ یک شخص خیلی سم. میگه که هی دمش گرم اون یارو که به تو پا دادی به من دست داد. خب باشه ولی این بهتر اومد. رئیس مزرعه کی؟ خب شخصیت، اسم شخصیت. ببین دوبلور شما ناج عبداللهی اون یارو که پیتزا فروش بود. خب تو قسمت یک رفتم طویله. خب پیتزا فروشی هم که فعلا اینجا آقای سجاد. هی اون یارو که به تو پا داد این به من دست داد. هی دمش گرم شارژ. اصلا شبیش نگفتی فهمید. دیشتون دیدون دیشتون بقل محل دیشتون. این خیلی آسونه، دستتون رو زنگ بشه بده بزنیم اخونت بمید. این پشست پشه میمونیه در نمیاد. نه بعد خب من نمیتونم بیام اینجا یه دونه اینطوری بزنم، بعد بزنی دیگه. رقابت خیلی تنگا تنگی که فعلا داریم میبینیم که پا به پای هم دارن میرن جلو. تقریبا هیجان بالاست. آره دیگه هیجانشو باید ببریم بالا. خب میریم سراغ اینم آسونه، دستتون روی زنگ بشه. میگه چی؟ ای رفی کم بگه بزن دورم. اینم پاتریکه این. من دفعه خودم پاتریک نمیتونم آروم بزنم. تو وحشی هستی، تو سری میزنی. اوکی بریم 4-3 علیرضا. شهر رو با هم نریزید. 4-3 4-3 میگه که بهشون بگو که دوستشون داری هارتون. ای بابا ناراحت شد. گفتی دیگه آقای شهردار در کارتون هارتون. حالا دیدی به غیر از هابیت یه انیمیشن خوبم دیدم. اون فیلمه، من گفتم فیلم ندیدی نه انیمیشن. رقابت تنگاتنگ یکی همچنان دارن پا به پای هم دیگه میرن جلو. ببینیم که این بازی رو کی میخواد ببره. آی خدای من اینی که اینجاست یه روحه. آشناست. آره یه چیز دیگه بگو. سقوط بهتر از همیشه اما هر روز بهتر از دیروز. دوام تو اینجا چیه کنه یه پرنده ای؟ نه نه بیشتر از این اشاره نکن. خیلی آشناست. آره نه دوبلوره رو که صداش زیاد شنیدیم تو کار مختلف ولی اینکه الان این خودش کیه رو نمیدونم. یه بار دیگه بگو لطفا. یه بار دیگه. وای خدای من اینی که اینجاز یه روحه. اون تیکه بعدیش هم بگو. سقوط بهتر از همیشه اما هر روز بهتر از دیروز. نظر تو اینجا چیه گربه یه پرنده ای؟ چشمم اشتباه میبینه. وای چی شد؟ وای خدای من اینی که اینجاست یه روحه. خیلی آشناست. آره چرا داره قشن میگه انگه دارم کارخونه رو میبینم ولی نمیفهمم چیه. به نظرم من رئیس یه دونه فروشگاه بسیار بزرگم. رئیس فروشگاه بسیار بزرگ. به نظرم خودت بگو سینا. وای نمیتونم. من عاشق پولم. چیه کی؟ من عاشق پولم. اردکدافی خسیس. آها از این آها مثلا اسکروج اون امو اسکروج. آره آره امو اسکروج. میگم میکی ماوس امو اسکروج. وای نه دوباره روح چه خاکی به سرم کنم. اصلا اصلا نزنید خودتونو، اینجا یه مسابقه خیلی قشنگه. خب بریم ببینیم چه خبره. اینو دستتون روی زنگ باشه، این خیلی آسونه، باید یادتون باشه. ای دوکی چه خبر؟ هویج مرا ندیدی؟ بانی تانکس. دقیقاً درست گفتید، باکس بانی. خب تا اینجا بازی 11 تا کاراکتر رفتیم و 6 تاشو سجاد گفته و 5 تاشو علیرضا. خب میریم ببینیم که ادامه بده. Keep going man, keep going. Yes من دارم لذت میبرم. سلطان تغییر صدا آقای رمزک و سلطان حد آقای سجاد گرامی و ببینیم که علیرضا جان میتونه کامبک رو بزنه یا نه. خب بریم سراغ یه خنده خیلی معروفه که از بچگیتون تا الان شنیدید. دست رو زنگ. باب اسفنجی اصلا گفتی خنده، من آماده بودم بزنم رو زنگ. اوکی مساوی. آقا 6-6 تنگا تنگ داره میشه، یعنی چی؟ اوکی باز هم که داریم مشاهده میکنیم 6-6 مساوی، اینا اصلا دارن چی کار میکنن با هم؟ یعنی انقدر مجازاتتون سخته. حالا خوبه نمیدونید مجازات نمیدونیم چیه. من مثلا در بیا چیز خوبیه مجازات. اینجا بازی 3 تا کاراکتر دیگه براتون میرم، هر کی دیگه ببینیم چی کار میکنه دیگه. بریم. خب دستا رو زنگ. میگه چی؟ برو خدا پیش پولشو بکنی.
با هم نزدیم اینو، دست من زیره. ببین دست من، نه خب نه دست من رو زنگوله است. نگاه نگاه با من بحث نکن، دست من زیر دست توه. ببین ولی دست من رو زنگوله است. نگاه دست آقا یه بار میشمارم دوباره بزنید. ببین میشمارم دوباره بزنید. نه نه خب اون بشماری بزنیم دیگه. صبر کن این گوگولیه. وقتی دست منو اینجوری کردی بیا یه کاری کنی. دست من بیا یه کاری کنی. چیکار کنیم؟ دست من زیر دست تو بود. قبول به هوا کنیم. میگم اگه کاراکتر داری اینو ردشیم، چون واقعا نمیشه. چرا بردشیم؟ داداش دست من اینجا خورد. نگاه دستت اینجا بود. خب باشه نگاه من دارم. تو رو خدا پهم دعوا نکنی. خب منطقیه. اینو با هم دست من خورده زود. دست من وقتی زیر دست تو این دست من. آقا آقا یه کاراکتر دیگه میرم. یه کاراکتر دیگه میرم. باشه. یه کاراکتر دیگه. ولی یادتون باشه حق منو خوردن، نذاشتم بچه رو بگم. اینو توی اینجا از حق من لطفاً دفاع. حق منو خوردن. دست من زیر بود میگه با هم زدیم. ادیتور اوکی. میریم سراغ جایگزین شخصیت دیگه. آره میریم سراغ یه شخصیت دیگه. خب اوکی. آقا از الان به بعد دوباره سه تا کاراکتر میریم برای اولیش. خب میگه چی؟ من الان مردم و دیگه زنده نیستم، روح همون گربه هم دارم میگم الان چیه. برگردید به قبل، برگردید به قبل. دو تا صدای قبلی که نتونستید حدس بزنید چی بود؟ مولان. وات بای خدای من اینی که اینجاست یه روحه. خب اوکی ولی من که ما بازم ندیدیم اما اسکروجی که بفهمیم من کدوم شخصیته. خب وقتی اون براتون آشناست اینم براتون آشناست، این نقش مکمل اونه. آره نه ما خود صدای بیشتر برامون آشنا بود نه شخصیت، یعنی دیالوگی. یه بار سناریو آره رو گوش کنید. یکی از اون سه تا روحاییه که میاد سراغ امو اسکروج، ولی اینکه کدوم یکی رو اولین روح است. اولین روح است. اولین روح است. آره ولی ما نمیدونستیم. گوش کن یه بار دیگه سناریوشو گوش کن. اوکی وای خدای من اینی که اینجاست یه روحه. اسمشو میگه بعد میگه چی؟ من همون گربه هم، الان مردم و دیگه زنده نیستم. روح گربه توی انیمیشن همو اسم نمیر بابا. سیلبسل گربه یا همون سیلبسل سرمایه‌دار. بازم اینجای بازی، بازم سه تا کاراکتر. بازم سه تا کاراکتر. این بازی حالا ادامه پیدا میکنه. ما عاشق این بازی هم. بریم برای سراغ اولیش. خب دست روزه اینو دیگه باید بگید دیگه. های 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 من عاشق پولم. آی خرچنگ دقیقا همینه، درسته. خب اینجای بازی سجاد داره میره سراغ هفت. بیمال یا خیلی خوش اومدی، یخ بستنی بخور. دیگه من گفتم دیگه مرد یخی توی شرکت هیوله. به به میریم برای راند فینال دیگه. ببین فینال رو براتون یه دونه حلایی رو براتون باید یه دونه سخت بذارم. یعنی فشار داره اگه ببازیم، هر کس ببازه اینجا فشار میخوره. مساوی اومدیم. ببینم چه کارکتری رو براتون انتخاب کنم که فکر بره. کنید روش. بچه ها دو تا کارکتر مونده، یه دونه کارکتر، یک یا دو؟ دو. دوباره دو. خب میری میگه این خیلی دستا رو زنگ دیگه راند آخره. دنبال شرم و داستان لچ نیستم ولی هفت. چرا زودتر زدم؟ من هیچ ایده ای نداشتم کیه. خب نوبت علیرضا سوخت. چیز کن، من درخواست تکرار دارم. دنبال شرم و داستان لچ نیستم ولی هفت قط. کیه؟ سالیوان. باورم باشه سالیوان رو نتونستیم. راست میگه سالیوان بودیم. بچه ها یه دونه کلن بیشتر نمونده کار. بریم شخصیت آخر. یک کارکتر آخره. نشد پات میشه بازی. سنگ کاغذ قیچی میکنید نهایتاً. سنگ کاغذ چی سنت؟ سنگ کاغذ قیچی ما خیلی طول بکشه. بریم. سنگ کاغذ قیچی ما از خود گیم ممکنه طول بکشه الان. بریم. آقا برید برای سنگ کاغذ قیچی. نمیشه مثلا مجازات رو جفتمون بریم بعد من سنگ کاغذ قیچی شه؟ حتماً باید یه نفر از این بازی در بیاد. ببینم چیکار دارید میکنید. آره. بچه‌ها با 1 2 3 منو راوند فینال. سنگ کاغذ قیچی. دوباره. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. یس. ولی یادتون باشه من بچه رو گفتم ولی نذاشتم بگم. بچه رو زدم رو زنگوله نذاشتم من بگم. اینو فقط شما یادتون باشه. من اشکایی ندارم. من مجازات میشم، برام اهمیتی نداره چون که دیگه وقت به ناداوری میبازی دیگه چیکار میتونی. آره برو مثل آقای فرهاد مجیدی بیانیه بده. بودو آقا اینجا سیاسیش نکن.
میگم داستان پرسپولیس استقلال رو اصلا نکشیم این بازی بس اصلا ولش کن قضیه ولش کن چش به نام خونی که توی رگ جریان دارد که قرمز است و سلام نامه تمام بوس به ستام پرسپولیسی هستیم اجازت دارم براتون که سجاد این چیز علیرضا جان باید دیگه از فردا داری میری دانشگاه فردا که رفتی دانشگاه جلوی استاد باید رقص فورتنایت بری فیلمش رو توی ویدیو بعدی بذاری دوست داری انجام بده من ترسیدم همین الان خودمو بکشم honestly این کارو میکنم ترجیح میدم توی ویدیو رگمو بزنم و کل چنل یوتیوبمون به فاک بره تا اینکه تا آخر عمرم ویدیوی رقص فورتنایت هم جلوی استاد دانشگاهم باشه لطفا اگه اجازه بدید من خودمو بکشم همینجا جلوی نه 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 بیا مجددا این کارو میکنم رمزک کوتاه بیا داداش چوب تو آستینش میکنه راست نه اوکی بذارید آقا عکس یه عکس آبروبر یا از بچگی یا در حال حاضر استوری میکنی آهنگ شمالی زاده رو میذاری با عکس اینکه یه عکس داغون از بچگی یا در حال حاضر باش از بچگیت میخوای بذاری؟ نه بچگیم نیست ولی از دوران جاهلیت 14 الی 16 سالگی یعنی چیز توی مایه هست از همون من عکس از دوره دو ماه پیش دارم نه عکس دو ماه پیش خیلی چیز خاصی نیست یه عکس داغون از دوران دبیرستان من موقع کچل بودم مرسی تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و واقعا من از مهمان بودن این برنامه خیلی راضی بودم یه جای خوب و خونگرم دیگه و اصلا چی بگم دیگه به مورد مرسی که اومدید دمت گرم شکریم عزیز ما هم خوشحالیم که یک رفیق دولبر پیدا کردیم فقط خط نکنه ازم آره فقط دونه ما رو نبر داداش آره چره تمام تو کامنت ها بنویسید رمزای خط نکن یادتون نره حتما چهار روز دیگه کامیونیتی پیدا کردی اسم کامیونیتی بذار ختن آرمی این خیلی بده آقا لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه حتما حتما چنل آقای گریگایز و چنل من بنده خدا رو لایک کنید و سابسکرایب و هر چی که هست دیگه کلا بتره کنید که دیگه خلاصه خبرهای خیلی خوبی در آینده تو راهه بوس بهتون بچه‌ها بچه‌ها همین الان یه ویدیو هم داخل کانال رمزک آپلود شده برید اونجا اون ویدیو رو هم ببینید که قراره کلی اونجا هم بخونید بوس بهتون پیج اینستایتون نره خدافظ مخلصین فعلا خدافظ برای راند آخر آخرین کاراکترها